با درود و احترام رو ای هستم از پرژن بارز جوایز پارسی در بخش بین با کمال افتخار در خدمت یکی دیگر از هموطنان گرامیمون در بخش تخصصی گفتگو با این عزیزان هستیم ایشون آقای محمد رزا سبوکرو طراح گرافیک می باشن جناب سبکرو به برنامه خودتون برنامه جوایز پارسی خیلی خوش آمدید خیلی ممنون من جا داره که اولا که یک سلام کنم به همه بیننده عزیز که این برنامه رو میبینن دوم یک تشکر ویژه از پیشن اوارز به خاطر فراهم کردن این پلتفرم بسیار مفید و از شما روز عزیز که لطف کردین امروز وقتتون رو در اختیار من قرار دادیم بسیار خوشحالم منم از شما تشکر میکنم که تا با کمپین پرژن بارز در چند ماه گذشته آشنا شدید حضور سبز و پررنگ خودتون رو داشتید و در راستای تخصص ارزشمندی که دارید به عنوان یک طراح گرافیک قرار بر این داریم در کنار هم تغییراتی رو که در لوگو در آینده خواهیم داشت رو با شما همراه باشیم و من شخصا بیاموزم سپاسگزارم از همراهیتون بسید. ببینید طرحی که قبلا با عنوان لوگو برای پرشن اوارز استفاده می شد همینجور که در تصویر می بینید برگرفته از یکی از نقش برجسته های تخت جمشید هست که در واقع یک گل لوتوس ایرانی یا نیلوفر آبی هست اما به نظر می رسید با توجه به اهداف دراز مدت و اینترنشنالی که پرشن اوارز دنبال میکنه، این لوگو نیاز داره که به روز رسانی بشه و تمام مشخصاتی که یک لوگوی حرفه‌ای نیاز داره رو داشته باشه و من متوجه شدم که انتخاب این گل لوتوس ایرانی آن هم از نقش پرچست های تخت جمشید چقدر انتخاب مناسبی هست برای پرشین اوارز چقدر هماهنگ هست با رسالت و روح پرشین اوارز اما چرا؟ ببینین گل نیلوفر آبی یا گل مرداب همونجور که از اسمش پیداست در مرداب رشد میکنه در آب مرده در جایی که به نظر میاد خبری از زندگی نیست بذر این گیاه در اعماق لجنها و تاریکی های این مرداب جایی که آلودگی هست تاریکی هست و سرما هست رشد میکنه و آرام آرام به سطح آب میاد و اونجایی که نور هست یکی از زیباترین پدیده های جهان هستی رو در واقع به ما هدیه میکنه اما این حامل چه پیامی هست که در تمام آثار باستانی و هنری گذشتگان از مصر و چین و هند و ایران گرفته وجود داره گذشتگان چه پیامی رو میخواستن به ما بدن به نظر میاد میخواستن این پیام رو به ما بدن بگن که اگرچه که تاریکی هست اگرچه که سرما هست اگرچه که آلودگی هست اگرچه که گاهی اوقات به نظر میاد تاریکی و پلیدی مستولی شده بر زندگی و جهان ما اما همزمان که تاریکی هست نورم هست اما اگر به سمت نور حرکت بکنین جهان به شما وعده میده که زیباترین بخش وجودتون رو به جهان هدیه خواهید کرد گل نیلوفر در واقع یک جور سمبل کمال هست سمبل خرد هست سمبل امید هست و سمبل شکوفایی و این خیلی به روح پرشن آورد. نزدیک هست اما در بین تمام نقوش گل نیلوفر در تخت جمشید من اون طرحی رو انتخاب کردم که این گل نیلوفر در حال شکوفا شدن هست چرا برای اینکه حاوی این پیام هست که پرشین اوارد در کمال فروتنی معتقد هست که در حال رشد و شکوفایی همواره در حال رشد و شکوفایی و در حال کمک کردن به رشد و شکوفایی دیگران هم هست و برای این لوگو من رنگ فیروزه و طلایی رو انتخاب کردم به این دلیل که رنگ فیروزه یکی از پرکاربردترین رنگ ها در معماری و صنایع دستی ایران هست ما رو یاد فیروزه نیشابور میندازه ما رو یاد بناهای تاریخی ایران در زمینه اون فیروزهی آسمون میندازه و در نهایت ترکیب این دو رنگ با یک گل لوتوس ایرانی در حال شکفتن در عین حال که یک است با هویت کاملا ایرانی میتونه نماینده اون روح و رسالت پرشن اواردز باشه و همینطور که در تصاویر میبینین برای اینکه مطمئن بشیم این لوگو حاوی تمام مشخصات یک لوگوی حرفه‌ای و استاندارد هست در موقعیت های مختلف و در کاربرد های متفاوت که در آینده با اون روبرو خواهیم شد استفاده شده و اصطلاحا مکاب شده یا پروتوتایپ شده و به عنوان جنبندی لازم این توضیح رو اضافه کنم که لوگوی جدید پرشن اواردز با الهام از گل لوتوس در حال شکفتن برگرفته از نقش برجسته های تخت جمشید همراه با رنگ فیروزهی و طلایی در عین حال که پیامآور رشد و شکوفایی و درخشش هنر و فرهنگ فاخر ایرانی هست همزمان شکل گلبرگ های گل نیلوفر که از میان اون دوتا برگ سبز داره بیرون میاد یادآور طلوع دوباره خورشید هم هست مخصوصا با در نظر گرفتن رنگ طلایی برای گلبرگ های گل نیلوفر و این تصویر در کنار رشد و شکوفایی معنای امید رو تقویت میکنه امید به طلوع دوباره فرهنگ اصیل و هنر فاخر ایرانی در سر تا سر جهان بسیار عالی خیلی ممنونم بی منتظرم که به حال این لوگو رو به طور کامل با اون حساسیتی که در خود شما من در چند ماه گذشته مشاهده کردم همگی شاهد باشیم بسیار خرسندم از آشنایی شما سپاس گذارم که حرکت پرژن باز جوایز پارسی رو متوجه شدید و همراه هستید و با هم همکاریم از طرف خودم از طرف شما از تمامی مخاطبان جوایز پارسی در اخسان اوقات جهان خدافزی میکنم تا دیداری بعد بدرود مرسی منم به نوع خودم خدا نگهدار میگم و تشکر میکنم از شما و تمام تیم خوب پرشن نوار سپاس گذارم. سپاس از شما خدا نگهدار خدا نگهدار